با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی. اینجا استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه هستش و سوژه گزارش امروز همسفر صنایع دستی ارزشمند این شهر زیباست. پس همراه و همسفر ما باشین و با این سوژه ما رو همراهی کنید. عباس محمدی، بله، اهل مراغه، بله، درسته. مشغول به بافتن قالی. چه قالی میبافین؟ اسم داره این قالی که میبافین شما؟ بله بله. چه اسمی داره؟ معرفی کنید کلا حرفتونو. این کلا اندازش 3x4. خب نقشه مال نقش اسمش یادم رفته، بریز 70. بریز 70؟ بله بله. مخصوص خود مراغه هست نقشه؟ نه، زنجان، مال زنجان. شما نقشه زنجان الان می‌بافید؟ بله بله. خیلی هم ریز، ریز بافه. سخت نیست؟ سخته ولی چاره نداریم. ولی از اول مزن بافتیم، قزینه بافتیم. چند سال قالی می‌بافین؟ 35 سال. ماشاءالله 35 سال. چند سالتونه اون موقع؟ 46. 46، یعنی شما 6-7 سالگی شروع کردیم؟ بله. دیگه 10 سالگی به اون ور. بله بله. قالی بافیو. بله. بعد داشتم توی این پاساژ نگاه می‌کردم، اکثراً که نه، همه قالی بافا مرد بودن. مگه خانما اینجا قالی نمی‌بافن؟ نه، اینجا خانما فقط خونه قالی می‌بافن. بیرون جایی نیست که مثلا اونا مشغول به کار بشن. آه، توی خونه مشغول به کار هستن. بیرون مخصوص آقایونه. بعد به عنوان حرفه محسوب میشه؟ یعنی کار شما پول ازش در میارین، درآمده؟ بله بله. فقط هم همین شغلو دارین؟ بله، همین شغلو داریم. بعد چجوری مزد میگیرین؟ رجیه، یعنی از ابتدا تا آخر یه رچه، درسته؟ بله بله. بعد رچه چند؟ قطعه اینا را میگیریم، مثلا در وچه، مثلا رج 14 تومن. هر رچی 14 هزار؟ 14 هزار تومن. بعد... 2 تومنش میمونه، 12 تومن میگیریم هر رجی. آه، 2 تومنش بیعانه میمونه؟ پایانه، بله، برای پایانه، پایانه گاله. آره. بعد الان چند رچ میبافین در یک روز؟ در بستگی به نفر داره. نفر سه رج میبافیم. تقسیم میشه پولش؟ بله بله. بعضی ها نه، مزدی هم. اونایی که مثلا رج من میگیرم، اونایی که اینجا میبافن روز مزدیه. بستگی به کارشون داره. یکی 20 تومن میگیره، یکی 25، یکی 30-35. حالا بستگی به سرعت عملش داره. 100% هم ابریشمه؟ بله. بعد یه ابریشم‌ها رو خودتون رنگ میکنید یا آماده شده میخرین؟ نه، آماده شده میخریم، ما خودمون رنگ میکنیم. مراغه کلن ابریشم داره؟ بله، رنگ رزی هم داره. رنگ رزی داره؟ بله. رنگاتون طبیعی یا شیمیاییه؟ گیاهیه یا شیمیایی؟ الان اینا کلن شیمیایی نیستن، گیاهیه. گیاهیه؟ بله. با روناس و بله، برگ گردو و اینا دیگه؟ بله. درسته؟ بله. پوست انار، رنگ هایی که شکل در ما.
شهر مراغه علاوه بر طبیعت بسیار زیبا و بکر و دیدنیش، هنرمندان خیلی خوبی هم داره که تو زمینه‌های مختلفی دارن هنرنمایی میکنن که یکی از اونها میتونه منبت روی چوب باشه. ما الان در کارگاهی هستیم که به هر حال منبتکاری میشه و فضاهای فوق‌العاده زیبایی خلق میشه. تو شهر مراغه از این دست هنرمندان زیادن، تو رشته‌های مختلفی که دارن هنر خودشونو به هر حال عرضه میکنن و ما آثار ارزشمندی رو میتونیم در این شهر ببینیم. استان آذربایجان شرقی استان زرخیزی هست و بسیار زیبا و هنرمندانه میتونن به هر حال کارهای خودشون رو انجام بدن. فرش تبریز مراغه که کلن برند هست و قابل عرضه، منبت و زمینه های فعالیت های هنری دیگر نیست، توی بازار به خوبی میشه دید و رویتشون کرد. حالا اومدیم به یک کارگاه منبتکاری، میخواییم با این هنر آشنا بشیم، بدون فرق منبت مراغه با شهرهای دیگه در چیه. به هر حال ما این هنر رو در شهرهای دیگه از ایران هم دیدیم، تجربه کردیم و در برنامه همسفر هم بهتون معرفی کردیم. پس همسفر ما در این بخش هم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من وحید افخمی هستم، منبتکارم، دوربر 15-16 ساله دارم منبت کار میکنم. اینجا روستای ورجوی، کارگاه ما تروستاست. چند کیلومتری مراغه؟ تقریبا 5-6 کیلومتری مراغه است. شما منبت اصلا برام معنا کنین، منبت به چی میگن و چرا بهش میگن این شغل منبتکاری؟ منبت به معنی همون تو زبون تقریبا خودمون میشه کندکاری، یعنی تراشیدن چوب و حالت دادن چوب به شکل‌های متنوع. یعنی گل میخوای بزنی یا مثلا مجسمه میخوای تراش بدی، به اینا میگم منبت کاری. کندکاری روی چوب، روی چوب میشه منبت. من همیشه معرق و منبت رو اشتباه میگیرم. معرق کاری یعنی بریدن چوب و چسبوندنش روی یک صفحه. آره، پازل تقریبا، اما با رنگای خود چوب. اما منبتکاری تراشیدن چوب و حالت دادن چوب با مغاره. درسته. یه منبتکار باید نقاش خوبی هم باشه، طراح خوبی هم باشه. چون اگه یه منبتکار آناتومی ندونه یا مثلا طراحی بلد نباشه، نمیتونه مثلا منبت رو درست در بیاره یا مثلا طراحش خودش انجام نده، یکم سخت‌تر میشه که مثلا. چند ساله که منبت کاری؟ من 16 ساله. 16 ساله. الان استاد شدین؟ به عنوان استاد میشناسن؟ اینو باید بقیه بگن. نه. خب حالا به هر حال معروفین به استاد الان دیگه؟ اینجور میگن. نمیتونم. شاگردم دارین؟ بله. چند تا؟ من تو آموزشگاه 10 تایی هست. اینجا هم 3-4 تا شاگرد آموزش دادیم، رفتن میشه. آره دیگه، الان رفتن واسه خودشون مغازه گرفتن. احسن، یعنی کارآفرینین شما. بله، یه جورایی. درسته. به طور مستقیم و غیر مستقیم چند نفر با شما سر کار دارن؟ تقریبا میشه گفت مثلا نقاشا با ما سر کار دارن، چوب برا با ما سر کار دارن، بعدن نجارا با ما سر کار دارن، فروشنده ها با ما سر کار دارن. یه فکر کنم هلوهاش 7-8
این میزان 7-8 نفر. بله. که البته 7-8 نفر کارآفرین. بله دیگه همشون به هم پیوستین. من چند تا مجسمه دیدم چوبی که شما به هر حال معرق کاری کردین، در مورد اونا صحبت بکنین، چه حس و حال داره، کدوم ها رو بهتر میپسندین؟ این کارهایی که ما انجام میدیم اکثرا به سفارش مشتریه، که مثلا مشتری سفارش میده ما طبق نظر مشتری کار میکنیم، اما خود مثلا تراشیدن چوب خودش مثلا یه حس و حال خوبی داره. چوب که مثلا از باغ بریده میشه، آورده میشه، یه چیز تقریبا دیگه مرده است، میای این چوب مرده رو میخوای زنده کنی، حالت میدی، دیگه فقط روحش نمیمونه، همه چیزش میاد، کار میشه روش، زنده میشه تقریبا. درسته، یه زندگی تازه به زندگی تازه میبخشیم. بله، چوبی که ساده است بهش حالت میدیم، دوباره به چرخه باز میگرد. درسته. بعد منبتی که شما انجام میدین به صورت نمایشگاهی و تخصصی هم بوده یا صرفاً برای شغل هستش به عنوان یک سفارش گیرنده؟ نه، واسه نمایشگاه هم 3-4 باری شرکت کردیم اینجا تبریز، منتها چون الان یه جوری شده که بیشتر سفارش میگیریم. درسته. بیشتر مثلا از نظر اقتصادی مرقوم به صرفه است؟ خوبه، بد نیست. حالا یکم بازار نسبت به 3-4 سال پیش افت کرده، اما بازم شکر الحمدلله خوبه. خوبه، یعنی شما به عنوان یک شغل میتونید؟ بله دیگه، شغلمونه الان داریم باهاش یه خانواده رو میچرخونیم. بسیار عالی. بعد چه چوبی برای منبت کاری خیلی عالیه؟ من از چوب گردو استفاده میکنم، یعنی چوبی که خوب تراش میخوره، سفته یکم، اون تا کارهایی که ازش درست میکنیم چوبای چیز کارهای خوبی در میاد. بعد چند سال عمر میکنه اثر شما؟ اصلا خراب نمیشه دیگه. دشمنش چیه؟ چی میتونه خرابش کنه؟ دشمنش موریانه است. و آب؟ آب که نمیخوره، چون به این اصلا آب نمیزنن که بخوره، این میره یه جا ثابت میسته همونجا. نمیگم مثلا اگه خیس بشه ممکنه خراب بشه. آره دیگه خیس بشه. آره، چون چسب که میزنیم میچسبونیم با چسب چوب، چسب چوب قاتلش همون چیزه، آبه. آب نه. چسب چوب اصلا جدا میکنه. یکی هم موریانه است که اون موریانه هم بیفته اونو رفته رفته از تو میخوره، چیز میکنه، خراب میکنه.
تصاویری که شما بینندگان از مشاهده کردید مرتبط میشه به شهر زیبای مراغه در استان آذربایجان شرقی. میرسیم به یکی از ظرفیت‌های دیگه که در واقع میشه جزء سوغات مراغه، قالب‌های صابون مراغه که معروف هستن و مشهور به سوغاتشون، و آقای دهخان برامون توضیح میدن که اصلا صابون به شکلی تهیه میشه. صابون سنتی مراغه مواد تشکیل دهندش همون پی حیوانی یا پی گوسفندی، سود سوزاور یا همون سود کاستیک، آب و نمکه. اینا یه مرحله داخل دیگ به مقدار لازم داخل دیگ میندازیم. بعد از یه مرحله پخت اینا میره یه دیگه اینا 12 ساعت میمونه. بعد از اون یه مرحله پخت دیگه داره، اونا انجام میدیم. بعدا میریزیم، مرحله پختش تموم شد میریزیم داخل بهمزن، همون صابون به صورت مایع در میاد. بعد اونجا هم یه 3-4 ساعتی میمونه تا خودشو بگیره. بعد از اون میریزیم داخل سکو. بله، بعد قالب گیری میشه و برش آره داده میشه. اینا باید یه 12 ساعت بمونه تا سرد بشه. بعدم با استفاده از وسایل مورد نیاز اینا رو میبریم با کاردک. بله. با چاقو، با خطکش چیز میکنیم، اندازه‌گیری. بله. میکنیم قشنگ. خب قالب گیری میکنید، برش میدیم بعد میذاریم آفتاب. دیدم درسته؟ آره دیگه، اینا تابستون ها تو آفتاب خشک میشن. اینا باید یه هفته ای تو جلو آفتاب بمونن تا صابون همون صابون رو خشک. خب من میرم رنگش زرد رنگ، البته سفید هم دارین. آره این زرد آره. اینا به اینا رنگ میزنه، فقط رنگ تارترازین اضافه میکنیم. شیمیایی؟ نه شیمیایی نیست. پس گیاهیه؟ گیاهیه بله. آها رنگ گیاهی بله، اضافه بله، بله. میشه. من فکر کنم زردچوبه چیزی میزنه. نه 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 نه، اینا یه رنگ دیگه ده، فرق نمیکنه. اینا مواد تشکیل دهندش همون گیاهیه، همون یه جوریه، نه گیاهی نیست، اینا طبیعیه. گیاهی فرق میکنه. مواد تشکیل دهندش بله. طبیعیه. بله بله. رنگ گیاهیه گفتید. آره دیگه. بله بله. درسته؟ بله بله. وقتی وارد سالن تولیدتون شدیم و اونجایی که به خصوص مایه داشت آماده میشد و گرم میشد، بوی نامطبوعی میومد. یکم طاقت فرسا بود ایستادن اونجا. الان این صابون دستم رو دارم بو میکنم، اون بو رو حس نمیکنم، رفت شده. چجوریه؟ اون بو همون بو چیزه، بو مواد خامه فکر میکنم. مواد خامه، اونا یه مراحل پخت و اون بو میره اصلا. سود و سوزاور که بهش اضافه میکنه. و وقتی هم میره تو آفتاب دیگه کلن بوش بله بله. از بین میره. سوغات؟ چون این صابون تقریبا به چند ساله که چند سال این صابون 100 ساله خدمت داره تو مراغه. 50 سال بیشتر هم آقای صدر تولید میکنه این صابون. درسته. بله بله. یعنی شبیه این صابون در فرانسه بیش از یک قرنه که صابون مراغه داره تولید میشه. حالا بله. تو کارگاه‌های کوچیک بوده، به صورت دستی و خانگی آماده می‌شده، الان بزرگتر شده و کارگاه‌ها به یه جورایی
انبوه داره تولید میشه. آقا دستتون درد نکنه، از توضیحاتتون خیلی ممنون. به هر حال در این قسمت از برنامه خواستیم هم به صنایع دستی ارزشمند شهرستان مراغه اشاره کنیم، هم به سوغاتش. به هر حال شهر مراغه سوغات متنوعی داره، به خصوص در خشکبار و میوه‌جات که کلی حرف برای گفتن داره. تو بخش صنایع دستی هم به قالی یا فرش بافی، منبت، معرق، معرق سنگ و همینطور میشه گفت صابون اشاره کردیم. این صابون همونطور که اشاره شد بیش از یک قرنه که داره در این شهر تولید میشه و جز سوغاتی که حتی به خارج از کشور هم صادر میشه. همه این زیبایی ها رو شما میتونید در شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی ببینید. امیدوارم که در سفر بعدی که در ایران گردی دارین، شهری که میتونه انتخاب بکنین شهر زیبای مراغه باشه. باز هم از مراغه براتون خواهیم گفت و زیبایی های اون، پس ما رو همراهی کنید و همسفر ما باشید. 3085 رو فراموش نکنید. سامانه فرم کوتاه برنامه همسفر در شبکه مستند سیناست. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی داریم مختلف کنید همتون کنید به سایت شبکه مراجعه کنید و برنامه فرم کنید.